به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام های مملو از صفا و صمیمیت محمد منیر یوسفزی و تمام دستاندرکاران برنامه را پذیرا شوید. با آرزوی صحت و سلامتی هرچه بیشتر شما بینندگان و علاقمندان صفحه فیسبوک و یوتیوب پانتون علوم طبی کابل. طوری که همه می دانند، پانتون علوم طبی کابل اولین و بزرگترین پانتون طبی در سطح کشور می باشد که در کنار آموزش برای مردم از طریق شفاخانه های خیش، خدمات صحی را نیز برای مردم عرضه می کند و در خدمت هموطنان عزیز ما قرار دارد. پانتون علوم طبی کابل به خاطر آگاهی و آشنایی مردم با همراز مختلف، وقایع و پیشگیری در مقابل بیماری ها، با گفتنی های دکتران و متخصصین این پانتون، برنامه صحت را روی دست گرفته تا از این طریق مصدر خدمت شده باشد. خب بینندگان و علاقمندان گرامی، در اولین برنامه صحت موضوع افسردگی را برای شما انتخاب کردیم. این که افسردگی چیست، چه مشکلات را نزد یک شخص ایجاد می کند، دلایل چیست، عوامل چیست، بالاخره اگر تداوی نشود چه مشکلات را نزد یک شخص به وجود می آورد و کدام اشخاص بیشتر دچار این مشکل می شوند، این همه سوالات است که با متخصصین این پانتون مطرح نموده ایم که با هم می بینیم و می شنویم. پیش از آن صفحه فیسبوک و یوتیوب ما را دنبال کنید تا معلومات جدید برای شما برسد. افسردگی یکی از بیماری های روانی است که در این بیماری افراد با مشکلات گوناگون مواجه میشن. یکی از او جمله کندی در فعالیت هاست، در احساساتشان است، در انگیزهشان است و در کارهای روزمره که میکنن در این کندی و کاهش فعالیت ها دیده میشن. کارهایی که قبلا یک شخص میکرد منظم برش لذت بخش بود، حال شما میبینین که او کارها را نمیکنه. بنا به هر دلیلی، او هیچ دلیلش هم نمیگن. سر از این وقت تیر شده میباشه، سر از این گپی از این، سر از این مشکلاتش شما میبینین که وقت زیاد تیر شده، گوشه نشینی کرده، با کسی مثل سابق صحبت نمیکنه فعلا. با مکتب میرفت یک شاگرد، حالا با مکتب میبینین که نمیره، غیر از ریاض زیاد شده، با پانتون نمیه، فرض مثال یک محصل یا یک کس از وظیفه داره به وظیفه خود حاضر نمیشه. دلیلش هم وقتی که ازش شما پرسان میکنین براتان چیزی میگن که یا دلم نمیشه یا برایم خوشایند نیست دیگه. این تمامی گپا رو وقتی که ما میشنویم برای ما یک شک پیدا میشه، یک اشتباه پیدا میشه که فلانه یا این شخص احتمالاً ممکنن به افسردگی دچار شده باشه. عوامل افسردگی زیاد است، اما بعضاً عواملی که بتانیم تو به بیننده های خود، شنونده های خود تو عامیانه بگوییم که یا هم بفهمن، مردم عام بفهمن. ببینین بعضی از در سیستم اعصاب انسان بعضی از مواد است که بنام این نوروترانسمیتر ها میگن، بعضی مواد است که معلومات ما را در سیستم اعصاب از یک منطقه به دیگر منطقه میبره و این باعث میشه که ما بتانیم خوبتر اما یک کار انجام بدیم. کاهش یا کم شدن این مواد در مغز ما، در مابین حجرات عصبی ما سبب میشه که کندی فعالیت ها به وجود بیاید، کاهش تمرکز به وجود بیاید، کاهش احساسات به وجود بیاید، این همه را میتونه به وجود بیاید. بعضی از فاکتورهای دیگه هم است که به افسردگی مواجه میسازن، فاکتورهای محیطی است، فاکتورهای اجتماعی است، او هم رول اساسی خود داره. وقتی که ما میبینیم در جامعه، در محیط خشونت، تبعیض و فرض مثال فقر، بیکاری، جنگ، این همگی سبب افسردگی ها شده میتونه. افسردگی قطعا تداوی داره، به این مطمئن باشین افسردگی تداوی میشه. حال در دنیای امروزه از روش های مختلف برای استفاده میشه، از
ادویجات بسیار مؤثری آمده که ما برای مریضا داده میشه، توسط از این ما میتونیم تداوی بکنیم. علاوه از این از بعضی طریقهای دیگه است که برای از نظر روانشناسی که مریضا کار میشه، بعضی مسائل است که از نظر روانشناسی برای از واقع گفته میشه و بسیار طریقهای مؤثری هم داره که از نظر روانشناسی مطرح میشه. حال سوال در اینجا است که اگر این همه را نکنیم چی؟ یک شخص با افسردگی پیش بره، خطرات بسیار زیاد داره. ابتدا شما میبینین وقتی به طرف دلایلش بیاین ببینین، یک شما تو فکر کنین یک محصل است به دوران پوهنتون یا در مکتب، یک شاگرد متعلم مکتب است یا یک کسی که وظیفه داره، همیشه به وظیفه باید بره، دفتن وظیفه خود از دست میده، دفتن تحصیل قطع میشه، نمیره، غیر حاضر میشه، یک سمستر محروم میشه، یک میبینین امو کار کرده تحصیلی از او خراب میشه. پس این ضرر است که اگر صحیح تداوی نشه. یک دوم، مخصوصا در جوانا و یا در افراد در سنین مختلف، طبقات مختلف، این در جامعه میتونه رو به طرف مخدرات بیاره، حتی باعث سوء استفاده های قرار بگیرن، گوشه نشین میشن، وقتی که به طرف مواد مخدر آمدن صد مشکل جسمانی دیگه به او پیدا میشن. علاوه از این کندی در احساسات، کندی در تمرکز، در حافظه، ای بالاخره میتونه شخص به طرف انزوا ببره. اتو هم دیده شده که کلانترین مشکلات را که افسردگی ایجاد میکنه روابط بین الفردی در خانواده، در محیط کار، در مدرسه، در مکتب، در پانتون، این همه روابط میتونه که خراب بکنه. مشکلات دیگری که به وجود میاره، افسردگی ها اکثرا باعث بعضی مشکلات جسمی هم میشه. دردهای مزمن میتونه به وجود بیاره، مشکلات در سیستم هاضمه را میتونه به وجود بیاره، باعث شوه که مریض هر روز به دکترهای مختلف به خاطر تداوی اعراض و علائم خود مراجعه بکنه. از جانب دیگه این هر روز مراجعه کردن از یک سو، به دکتر هر روز دوا خریدن از یک سو، و بالاخره وظیفه خود از دست دادن، مسلک خود از دست دادن، کار و بار خود از دست دادن، این خود یک ضربه بسیار قوی بر پیکر اقتصادی شخص و خانواده از این تمام شده میتونه. پیشگیری اگر یا جلوگیری بکنیم، یا با گفته مردم چه قسم بیاین وقایه بکنیم، چه قسم ما گفته عام مردم چه قسم یک حالتی بیای که افسرده نشیم. ما چندید گپا را تا به حال زدم. فرض مثال در اینجا رول خانواده بسیار مهم است، رول اجتماع بسیار مهم است، در کزوادس بسیار مهم است، حمایت اجتماع و حمایت خانواده بسیار مهم است. در اینجا مدیریت استرس، ما چطور بتانیم استرس خود مدیریت بکنیم، چطور بعضی بحران هایی که با وجود می آید، ولو بحران تصادفی باشه و بحران کسبی باشه، چطور بتانیم مدیریت بحران یاد بگیریم که بعد از اون ما دوچار یک استرس نشیم، ما دوچار بالاخره دوچار یک استراب نشیم و بالاخره در دراز مدت ما دوچار یک افسردگی نشیم. اینی رو باید درست مدیریت کرده بتانیم. از جانب دیگه با کارهای مشغول شویم که او کارها بتانه روحی مثبت و انرژی مثبت در یک شخص ایجاد بکنه، نه منفی. یک دو مسئله. از جانب دیگه برنامه‌ای که ما برای خواب خود داریم باید درست باشه، ورزش بسیار منظم باید ما داشته باشیم. علاوه از این استفاده مخدرات، مواد مخدر، حتی بدبختانه تا جایی که ما فعلا میبینیم، یا از این 20 ساله که فرض مثال ما در این مسلک اینجا کار میکنیم میبینیم، بدبختانه آدم باید بگویه مواد مخدر، استفاده از نشاورها، مثال تابلیت هاست و بعضی ادویجات که مورد سوء استفاده قرار میگیره، مثال ترامادول برای تداویز اما مورد سوء استفاده قرار میگیره، پریگابالین برای تداویز اما مورد سوء استفاده قرار میگیره. این بالاخره آهسته آهسته نسل جوان ها رو میتونه مصاب بسازه. در قسمت بزرگ سالان هم اتو بعضی مسائل است که میتونه، مثال فقر، بیکاری، اقتصاد خراب، فشارهای روحی بیش از حد، فشار خانواده، فشارهایی که در اجتماع واقع میشه، انعطاف پذیری در برابرش از بین بره، این همه بالاخره باعث یک استرس میشه. و اگر این استرس ها
درست مدیریت نشه باعث افسردگی شده میتونه در نزدیکی افراد. باید اینی مسائل است که همه باید جلوگیری شون. خب بینندگان گرامی، گفتنی ها و نظریات متخصصین را در مورد افسردگی دیدیم و شنیدیم. امید است که برای شما مفید واقع شده باشد. تا برنامه دیگر با یکی از موضوع جدید در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا سپرده صحت و سلامتی شما آرزوی ماست.